آموزش. صدای آبادی. سلام شنوندای عزیز برنامه صدای آبادی. گاهی شده باشه که نهال قرض کرده باشین اما خشک شده باشه. اینجا آوردیم کلش 3 نفر شاندیم، 2 روز کار کردیم فامیدی، بعد از 2 سال به خواری کردیم کلش پس خوش شد. تعداد از مردم که نهال قرض میکنن و خشک میشن، اونا دچار چه مشکلات میشن؟ چرا برخی ها که نهال قرض میکنن ریشیان در زمین نمیگیره و در نتیجه سبز نمیشه؟ هنگام نهال شاندن کدام نکات را در نظر بگیریم و فایده این کار چیست؟ برنامه هفته صدای آبادی به همه پرسش‌ها پاسخ میگم. انسان به خاطر داشتن صحت خوب به هوای پاک نیاز داره و هوای پاک در موجودیت درختان سبز میسر میشه. با فرا رسیدن فصل بهار، مردم و مسئولین حکومتی به خاطر نهالشونی کمپاین های را برامی اندازن و در دامنه های کوها، گلدان ها، کنار سرک ها، پیادرو ها، کوچه ها و باغ ها نهال های مسمر و غیر مسمر قرض می کنن. گهگاه ریشه بعضی از نهال ها نمی گیرن و خشک می شن. ای که از این بابت مردم دچار چه مشکلات می شن از چند تن می شنویم. نام من میرویس هست. رفتم بازار به ته زردالو، شفتالو، سیب گرفتم. 300 کرایه دادم، او را آوردم، شاندم، خو زحمت کشیدم، خوش شد همهش. هم پیسه خرید داوان شد، هم کار ما عوض بفایده رفت. نام مختار. رفتیم 220 دانه گرفتیم، دانه 40 روپه. اینجا آوردیم کلش 3 نفر شاندیم. 2 روز کار کردیم فامیدی، بعد از 2 سال به خواری کردیم کلش پس خوش شد. تاوانش فامیدی که خریدیم او هم تاوان شد، کاریگر هم تاوان شد، مکمل یاد کلش تاوان شد. مجیب رحمان هستم از ولایت کاپیسا. درختای انار خریدم آوردم و راشاندم. کسی برام گفت که قوچک برش بزن جایش یک دسته روز بان که هفته و بزنه مکروبش گم شوه، بعد از او باز خاکایش سرش برز بشانشه. ما اوت شاندمش تقریبا عمل اوت در سور جوزا از بین رفته که نفهمیدم که چی بود. با این سالی زمین ما از کشت پاییدم و تو چیز کم 5000 تومان کردم. تا او را پا ما پاس آوار میکردم، جور میکردم، زمین آماده نبوده نبرا. بعضی از نهال هایی که قرض شده بود بعد از گذشت چند روز خشک شده بودند. مردم در زمان شاندن زحمت کشیده بودند و از بابت قرض نهال یک مقدار پول به دیگران پرداخته بودند. به این منظور دچار ضرر اقتصادی شده بودند. حال می خواهیم بدانیم که چرا بعض نهال ها بعد از شاندن و یا قرض کردن سبز نمی شوند و یا خشک می شوند. در این باره چند تن چنین گفتند. اسم نعمت الله. درخت انار است و سیب است، زردالو است، ناجو این چیزا را اینطور شاندم که زمین را قوش میکردم، میشاندم یک ذره ریگ مرده انداختم، بعد از او سال اول سبز میکنه، بعد از او خشک میشه. دیگه نمیفهم که این تاثیر نم است، این در بوتهش کدام کس رو این چیز میباشد، علتش را نفهمیدم. نام ما خان پاچه است که از قریه آخونزاده هستم. علتش اینم است که ریشه‌های درخت میبره، کوتاه میبریشه، سبز نمیکنه. گلکتش بسته میکنه مثلا ریشه نداره. اگر ریشه داشته باشه سبز میکنه. شاید ریشه‌اش خراب بوده یا به طریقه صحیح میره نشاندم خوش شد. ایده نهال را در زمینه که ریگی بود قرض کرده بودن. جای مناسب را در نظر نگرفته بودن. تعداد هم موقع خریداری نهال به ریشه آن توجه نکرده بودن. فریدالله عزیزی متخصص زراعت در بخش باغداری چند علت دیگر را عنوان میکنه که از سبب آن نهالهای قرض شده سبز نمیکنن. یک علتش ای هم است که فاصله را یا در نظر نمیگیرن یا باعث ازی میشه که همی شعای آفتاب به درختا صحیح رشد داخل نمیشه، میوه صحیح پخته نمیشه، باعث امراض و آفات میگرده، ریشه در ریشه داخل میشه، شاخ در شاخ داخل میشه، این باعث عدم مدیریت میشه و این باغ باعث ازی میشه که حاصلات خوب نتا و بالاخره به خشکیدن می انجامه. کدام درخت در کدام شرایط یا در کدام خاک خوش است تک، سازگار است تک؟ مثلا درختی که در زمینای ریگی خوش است تک را نباید ما در زمینای کلی بشانیم، یا درختایی که در کلی خوش است تک را در ریگی نشانیم، یعنی هر کدام درختن نظر با آب و خاکش بشانیم. بعضی از هموطنان ما هست که در باغچه های خانگی یا در حویلی های خود درخت میشانن،
و اونا وقتی که لباسویی میکنن آب صابون یا آب لباسویی را یا پاش میتن یا در حویلی خود رها میکنن که این باعث خشکیدن ریشه های درخت میشه و یا توقع ازیره دارن که درخت سبز میشه و درخت برای ما میوه میگیره و چیزه. برعکس درختی که نمکیات زمین زیاد باشه و یا صابونه زیاد باشه او خشک میشه و درخت به ثمر نمیرسد. شنونده عزیز، برنامه صدای آبادی را که مشنوین در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده. اگر در مورد این برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما نظر و یا پیشنهاد دارین، به شماره تلفن 020-240-5101 به طور مستقیم با همکاران ما به تماس شوین. شنیدیم که ایده هنگام شاندن نهال جای مناسب را در نظر نگرفته بودند. تعداد هم موقع خریداری نهال بریشی آن توجه نکرده بودند که در نتیجه نهال ها خشک شده بودند. حال می خواهیم بدانیم که فصل مناسب برای نهال شانی چه زمان است و طریقه نهال شانی چگونه است. در این باره همکار ما مزمل شای وطن دوست تجربه تعداد را با ما شریک می سازم. اسمتان؟ اسم محمد ابراهیم است. قریه روکی سفلا دقان هستم. دقانی میکنم نهالشانی و بیتشانی و نهالهای مزمار و غیر مزمار. گفتین که نهال را میشنین، یعنی تابال را مثلا چقدر نهال شاید چنده باشین؟ شاید که بیش از 1000 2000 3000 نهال هم شاندیم. نهال های چی را شاندین؟ نهال های بیت، چنار، زردالو، انار، سیب، امرود، تاک. یعنی قبل از اینکه نهال بشنین در زمان خریداریش کدام نکات مهم ماست که او را یک آدم باید در نظر بگیره و بعد از او باز نهال شانی کنه؟ نباتات ریشه دار، باید ریشه داشته باشه. ببینیم ریشه کرم با حشرات مزمره نداشته باشه، سیل میکنیم زخمی نباشه، با او اصلا میگیریمش. وقتی که نهال خریدین آوردین به جایی که مثلا میخواییم بشنین، در اوجه باز چی چیزا را در نظر میگیرین؟ یعنی زمین باید چی شرایطی داشته باشه؟ زمین آوار میکنیم، زمین بل میزنیم، زمین میبینیم چهار طرف ریشه نبات دیگه نباشه، مسافه شما در نظر میگیریم، بعد از او باز میشانیم. خودتان ایرا یاد گرفتین از تجربیتان یا کسی کدام کارشناس زراعت بر شما فهمنده؟ از دیاقین پرسان کردیم، ایری سپیدای منطقه پرسان کردیم. اگر نزدیک به نزدیک باشه شاخه با هم نزدیک میشه، فضا نامساعد میشه، آفتاب برش خوب نمیتابه و خوب قوا و بنیاد ریشش کم قوا میشه. از این لحاظ دیگه کم قوا میشه، دیگه نتیجهش خوبی نمیه. اگر دور شانده شوه نتیجهش خوب میاد. شمایی که تماما این شرایط را که گفتین در زمانی که باز نهال شانی میکنین در نظر میگیرین، فوایدش بر ما بگین که چی نتیجهش به دست آوردین؟ وقتی که دو تا درخت پالو با پالو میشونیم شاخشش قوت نمیکنه، ثمرش کم میشه و زود باز اوقات از بین میره. نتیجه شاخر صفر باید توره ما بکنیم. اگر مسافه دور باشم دیگه او خوب نتیجه میده. ما دو تا بیده یک جشانده بودم، دو تا سیبه نزدیک به نزدیک، شاخچایش که نزدیک از سایه سر یکی دیگه چیز میشه تافتاب برش نمیرسید، سیبایش خوردک خوردک میتکی. باز مکه باز باید یا پرسان کردم، گفتی رو باید قطع کنی، یک شوست کنی، دور کنی. سیبه که دور بود او بیسر سیب میکن، این سیب دو سیر سیب هم نکن. اسم شما؟ تقیل محمد. چقدر نهالا را تلشاندین؟ نهالا را تقریبا نمیویلی ما که همی که تقریبا شای سیر تخم است. یکتی داشت انار را به تایی چیزا شانده. در ما که ما انار یک ذره آسلش اضافه است که روی یک ذره نم داره شفتالوی یک ذره زود نهالش خراب میشه. همی ملک ما یک ذره نمشین است که میشه دیگه درخت ها میشه، خب مثل که انار یعنی اضافه تر میشه، انار عملو که چیزا حاصل خوب میتن. یک دو دفعه دیگه من دیگه بطار شاندم خب حاصل میکرد که تو ضعیف حاصل میکرد. شفتالو و چیزا را شاندم نیالش تقریبا 3-4-5 سال بعد تی نقاق میتد خوش میشد. باز انار نیالش خوبش هست دیگه، بیتابی نمیکنه، حاصلش خوبش هست دیگه. شما چی تو فهمیدین که این زمین بر مناسب به اون درخت نبود و درخت دیگه که به نام انار سور آوردین؟ یک دقان از مکه اضافه دقانی داشته که سجی کار میفهمیده که نیال میشان خرید فروش میکرد، از مستا مثلا مشوره میکنه. ما برش گفتم که تا این نیال میشنی از تو خوب حاصل مید، نیال های تو خوب رش میکنه. امیر چی حساب کردی؟ بازی من را گفت که تو در چرا قمجای میشنی؟ من دویلی میشنم، اولی من نمشین هسته که من تا شای سرتخ مثلا از یک جریبام اضافه است. یه ویلی ما دینامی ما گفتم که
می خواهیم که نمیدم من نیال بشانم نیاله که یک چیزی بگره با سمر. این باز برای من گفته که تا در این ریق اولید انار بشان. باز من انار شاندم. نیال دیگه خرابی نکرده. تقریبا امیار نیال 4 سیر 5 سیر 3 سیر. به من رقمش دیگه مسعد هم نیال حاصل بگیره دیگه. مسعد حاصلش خوب است. بدی به خاطر سالم بودن نهال هنگام خرید با آن توجه کرده بودند تا نهال زده و زخمی نبوده و ریشه داشته باشه. تعداد هم اول حمل را زمان مناسب برای قرص نهال دانسته و نهال شانده بودند و طریقی نهال شانی را از کسانی که تجربه کافی داشتند پرسیده بودند. همکار ما از متخصص زراعت آقای عزیزی در این باره چنین پرسیده که فصل مناسب برای نهال شانی چه زمان است و هنگام قرص نهال کدام نکات باید در نظر گرفته شود؟ وقت درست نهال شاندن خو اول اگر در تیر ماه شوه خو تیر ماه خوب تر است، باز اگر در تیر ماه وقت نبود در مایهود هم ما میتونیم که نهال خود قبل از اینکه شگوفه بشکوفه یا گل و برگ کنه این نهال شانده شوه غرش شوه در زمین اصلی. یعنی موقعی خوب بهترش اینه میست که در حالت باشه که هم زمین آماده باشه و هم نهال در حالت استراحت باشه. وقتی که هموطنهای ما یا باغدارهای ما نهال میخرن یکی خوب منبع معتبر باشه که نهال از کجا میخرن. مثلا از قوریه‌دارای بخرن نهال خود که راجستر باشه، راجستر مصیب ملی قوریه‌داران باشه و ای که نهالی که میخرن اینا ببینن نهالشان که تازه است، ریشی از این تازه باشه، ریشی از این صدمه ندیده باشه، ریشی از این به مرض مبتلا نباشه و خود نهال به مرض مبتلا نباشه و ای را خوب ریشای مو یک مانند از این بیشتر باشه، اینا را یا انتخاب کنن. از جای نزدیک نهال رو خریداری کنن و تا که انتقالات از این آسان تر باشه. وقتی که نهال ما میشانیم، نهال ما که آماده بودک دیگه، چقرک ما 60 در 60 باشه و خاکی که در سطح زمین می باشه او خاک مواد عضوی از او بیشتر است، او را به یک طرف انداخته و خاکی که عمیق‌تر است که 30 سانتی به پایین است او را به دیگه طرف بندازیم. باز بعد از او همین خاکی که در ابتدا گرفتیم ایره به در ابتدا انداخته میشه وقتی که نهال غرس میکنیم و بعد از اون خاکی که قسمت دوم که خاک سطح پایین بود او را در قسمت بالا می به خاطر از اینکه مواد عضوی را خوبتر ریشه ها گرفته و نهال ما به ثمر برسه. اگر این نقاط در نظر نگیره با مشکلات دچار میشه، درخت از یام به ثمر نمیرسه، درخت ها از بین میره و خشک میشه. بعضی ها که نهال غرس نموده بودند بعد از چند روز نهال خشک شده بود. در زمان شاندن نهال خسته شده بودند و بابت غرس آنها یک مقدار پول به دیگران پرداخت کرده بودند. بنابراین سبب خشکیدن نهال ها ضرر اقتصادی کرده بودند. عده نهال ها را در زمین ریگی غرس کرده بودند. تعداد هم فصل شاندن نهال را نمی دانستند و بعضی ها بعد از غرس نهال ها آب ناپاک به آنها داده بودند که از این سبب نهال‌های غرس شده‌شان سبز نکرده و خشک شده بود و همچنان تعداد هنگام شاندن نهال جای مناسب برای نهال در نظر نگرفته بودند و برخی هم موقع خریداری نهال به ریشه آن متوجه نشده بودند. این همه علت‌هایی بودند که از سبب آنها نهال‌های غرس شده سبز نشده بلکه خشک شده بودند. کسانی که با آمدن بهار خواسته بودند نهال غرس کنند در ابتدا نهال ها را از جای خریداری کرده بودند که مورد اعتمادشان بوده. هنگام خرید نهال بر ریشه و تنه آن توجه کرده بودند که سالم بوده باشه. همچنان از متخصصین زراعت و کسانی که در این باره تجربه داشتند معلومات خواسته بودند و بعد نهال های غرس شده ثبت شده بودند و از میوه و سایه آن استفاده خوب کرده بودند. متخصصین زراعت میگه که نهال مطابق آب و هوا و زمین باید غرس شود. شنونده عزیز، برنامه را که شنیدین همکار ما مزمل شای وطن دوست در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه کرده بود. اگر میخواین برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما را هم بخوانین و هم بشنوین به صفحه اینترنتی tajala.af سر بزنین.